همزمان با فرارسیدن ایام معنوی حج بیت الله الحرام، به حسه مرجعیت شیعه فعالیت‌های دینی و فرهنگی خود را در مدینه منوره آغاز کرد. به گزارش شیعه وبز، در مراسم افتتاح به حسه بزرگ مرجع جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دام ظله، جمعی از نمایندگان و وکلای معظم الله و همچنین شماری از فضلا و شخصیت‌های مذهبی از کشورهای مختلف اسلامی حضور داشتند. این بعثه با بهره‌مندی از حضور عالمان برجسته دینی، نمایندگان مرجعیت شیعه و اساتید حوزه و دانشگاه، همچون سالهای گذشته در زمینه‌های ارائه خدمات دینی و فرهنگی به زائران خانه امن الهی به فعالیت می‌پردازد. استقبال از آیت الله سید ابوالحسن القریفی از علمای شهر مقدس نجف و همچنین اعضای بعثه آیت الله العظمى سید علی سیستانی دام ظله از نخستین فعالیت‌های بعثه مرجعیت شیعه در مدینه منوره بود. میزبانی از علما، نمایندگان مراجع عظام تقلید و عموم مراجعه کنندگان، دیدار با نمایندگان بعثه مراجع عظام، بررسی آخرین اخبار جهان اسلام، پاسخگویی به سوالات مراجعه کنندگان، ارائه مشاوره‌های دینی، عرضه کتب و جزوات فرهنگی و دینی و برگزاری سمینارهای مختلف و حلقه های گفتگو بخشی از فعالیت های بعثه مرجعیت شیعه خواهد بود. گفتنیست امسال بعثه مرجعیت شیعه در مدینه منوره در خیابان العوالی الطالع جنب بیمارستان حجاج ایرانی واقع شده است.